سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده بمباران اوکراین توسط روسیه را محکوم کرد و خواستار در امان ماندن غیر نظامیان از آثار جنگ شد به گزارشی که همکارم در رابطه با بیانیه سازمان نفی خشونت تهیه نموده توجه فرمایید سازمان بین المللی نفی خشونت مسلمان آزاده کشته شدن غیر نظامیان اوکراین که به دلیل بمباران کیف پایتخت اوکراین توسط روسیه هدف قرار گرفتن را به شدت محکوم کرد و بر لزوم در امان ماندن مردم بیگناه از بلای جنگ بین دو کشور تاکید کرد این سازمان تاکید کرد که تمامی کشورها بایستی احترام به قوانین را سرلوحه اعمال خیش قرار دهند و هنجارهای بینن مللی در مورد قواعد جنگ را رعایت نمایند در این بیانی خود تصریح کرد گزارش های رسانه ها ها از کشته شدن ده ها غیر نظامی از جمله کودکان بر اثر اصابت موشک به ساختمان بیمارستانی در کیف پایتخت اوکراین دارد این سازمان این حمله را نقض فاحش قوانین و هنجارهای بین المللی دانست که حفاظت از غیر نظامیان را در مواقع درگیری لازم می شمارد. سازمان جهانی نفی خشونت تداوم هدف قرار دادن زیر غیرنظامی غیر نظامی مانند بیمارستانها و مدارس را جنایت جنگی توصیف کرد که مستلزم پاسخگو بودن عاملان و جلوگیری از تکرار آنها است. این سازمان خاطر نشان کرد که غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان بیشترین بار را در درگیری های مسلحانه به دوش می کشند و لازم است همه طرف های درگیر متعهد شوند که از آنها محافظت کنند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کنند سازمان بین المللی نفی خشونت همچنین بر اهمیت رعایت کنوانسیون های بین المللی که بر حفظ غیر نظامیان از بلای جنگ و عدم تجاوز به آنها تاکید می کند برای حفظ جان مردم بیگناه تاکید کرد این سازمان خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن حملات بیرویه با انگیزه هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیر سخت های حیاتی شد و تاکید کرد که راه حل های سلحامیز در درگیری ها باید هدف نهایی همه طرف ها باشد سازمان جهانی نفی خشونت همچنین از جامعه بینان مللی خواست تا تلاش های خود را برای تحت فشار قرار دادن طرف های درگیر برای احترام به حقوق بشر و قوانین بینان مللی و تلاش برای ارائه کمک های بشر دوستانه فوری به کسانی که از درگیری در اوکراین آسیب دیدند افزایش دهند این سازمان در پایان بیانیه خود مجددا خواستار دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد و تاکید کرد که خشونت تنها باعث ایجاد خونریزی بیشتر می شود و گفتگو و مذاکره بهترین راه برای حل مناقشات و دستیابی به امنیت و ثبات برای همه است